حاج آقا جون، حاج آقا جون، آرزو به دلم بود که یه دفعه درست برین روی حاج آقا. بله بله بفرمایید آقا، ما آمادگیش داریم، شما بفرمایید بده و یه سویچ تن نبکنید. بفرمایید آقا. حاج آقا جون، من کارگردان این ستاد رزم، اما سویچر نیستم، کارگردانم. حاج آقا جون بفرمایید آقا، یک کارا بگردان آقای سویچ برد. بفرمایید، ما آمادگی خودم را اعلام میکنیم. بفرمایید. کارگردان مجبور شدم که چای تیبگ بخورم، نوشابه غریبان بی رگ بخورم. ترسم که اگر باز به قربت باشم، کم کم ز قضای گربه و سگ بخورم. سرگشته کوی تو باشم، امیدم دیدنی روی تو باشم، دلم سرگشته کوی تو باشم، امیدم دیدنی روی تو باشم، نگاهم چون پر از سوی مهاجی، به هر جا میروم سوی تو باشم، نگاهم چون پر از سوی مهاجی، به هر جا میروم سوی تو باشم. تو بهار منی، غم گسار منی، با کجا روم سراغم؟ تو بهار منی، غم گسار منی، با کجا روم سراغم؟ با کجا روم سراغم؟
عزیز منی، تو نصیب منی، تو بیا من انتظارم. تو عزیز منی، تو نصیب منی، تو بیا من انتظارم، تو بیا من انتظارم. با سلام و تحیات خدمت خواهران و برادران نیم مومن، نیم معتقد و نیم تحصیل کرده، امیدواریم که حال و احوالتان در این بلاد بلاخیز و سایر بلادهای بلاخیز اندکی بهتر باشد. اگر از احوالات ما خواسته باشید، ملالی نیست جز دوری شما، که آن هم امید است به زودی از زود دیدارها تازه گردد. یعنی که چه؟ یعنی این که ما به خانه های شما این پرسن بیاییم، یعنی حضور وجودی لایف داشته باشیم، یعنی در کنار شما منزل سر سفره اینجا آنجا با هم باشیم. با امید آن روز ما چه میکنیم؟ برنامه سازی براتان میکنیم. اما قبل از این که بپردازیم به برنامه پرمحتوای امروز ما، خدمتتون بگوییم که حال و هوای این ستاد رزم امروز گویا سر جایش نیست. از شما چه پنهان، صبح که ما می آمدیم این برادر روزه و تقریبا چارچرخش هوا بود، افتاده بود تبلرز شدیدی به جانش، ما فکر کردیم مرده. آب قنداق درست کرده تو حلقش ریختیم، حالا پا شده باز دوباره داره شاخشانه می کشه. به جای این که از ما تشکر کنه میگن کارگردانم ما هستیم، همه ما رو میگن کارگردان، تو چرا نمیگی که ما فرستادیمش رد کارش. اما خداییشم بخواهید حالا بچه خود زاره، آن صورت بشاشش، آخ شما ندیدید بشاشه؟ بله بله، این صورتش نمیشه دید چون زردک شده. نگرانیم که، یعنی خود ما نگران شدیم که این زردی، این حالت نکنه خدایی نکرده این برادر سویچ، این بیماری جدید آفریقایی چه بوده اسمش، ایوالا گرفته که این شکلی شده تبلرز. ما گفتیم جلوی ما نیاید، یه خدایی نکرده به وجود ما هم سرایت بکند. این حاج آقا جون، اولا ایوالا نه و بیماری ابولا حاج آقا جون. بله بله، شما از ما فاصله بگیرید خواهش مندیم، این سریه. بله بفرمایید، ایبولا بفرمایید، ایوالا بفرمایید. بله بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید سویج بکنیم، ما هم برنامه مانو اجرا میکنیم. بعد قبل از این که
برنامه پرمحتوای من را آغاز بکنیم اگر این خیر سر گذارد، برایتون بگوییم که در چندین و چند هفته گذشته بخشی از شما و شما و شمایان با دفتر کاری ما تماس گرفته، ایمیل فرستاده، تلفن کرده اید و این چند نفر که شاید تعدادشان هم از چند نفر به چند صد نفر یا چند هزار نفر یا چند میلیون نفر یا چو میگذرد، همگی در ایمیل هایشان، در این پست های الکترونیکیشان خاطر نشان کردن که آقا جان، حاج آقا، مگه تو دیوانه ای؟ به اعتقادات مردم چه کار داری؟ احترام بگذارید به اعتقادات مردم، مردم شما را نمی بخشند. اینها را بخشی از شما شیفتگان اسلام، اسلام نام محمدی من میگویید و ما خدمتون بگوییم که هرگز تصور این نبود از که به بله ممنونیم در اولید بله. هرگز اینطوری نبوده است که برنامه ما مورد انتقاد این شکلی قرار بگیره، اما برای آن دسته از شما که این سوال را از ما کرده اید بگوییم که چرا بگوییم، روایت می آوریم خدمتتان، میگوییم که در تمامی برنامه هایی که برای شما تهیه شده، ساخته و پرداخته و اجرا شده، از کتاب های من، از امامان من، از پیغمبران من، از آقا روحانیان من، از نمیدانم چه نشأت گرفته. ما به تنهایی که عهده‌دار این همه علم که نخواهیم بود که، وگرنه اسم ما میذاشتن آیت الله جینیس، به جای حاج آقا انارکی میشدیم حاج آقا جینیسی، که نیستیم. ما آنچه که میگوییم روایت میآوریم، برای شما حکایت میآوریم، حتی ذکر مصیبت خواندیم براتان از کتاب های من، از روایت های امامان من و امامزاده های من. امروز برای اینکه بحث به جای خودش بگذاریم و برنامه را شروع بکنیم، یک روایت کوتاه برایتان عرض میکنیم اگر خیره سر دوباره وارد نشه. روایت است که در دوران حضرتمان پیغمبر اسلاممان صلی الله علیه و آله و سلم، یادمان یاد آن برنامه گذار میفته وقتی که به اسم آقا ما میرسید این شکلی آقا را صدا میکرد، خدایش هر جا که هست نگرش دارد، اگر هم رفته که رفته. امروز برایتون روایت میکنیم که در دوران پیغمبرمان، آقامان، رسول خدا، جوانکی بود بررودار ولی بدبخت و فقیر، روزی تصمیم میگیرد، یعنی یک نصف بعد از ظهری بوده، شبی بوده، حالا در آن روز یا بعد از ظهر یا شب، جوان تصمیم میگیرد که برد دزدی بکنه. مسئله علمی از روایت بسیار تا بسیار علمی و در کتاب ها نوشته شده است، خوشمندیم چه بکنید توجه بفرمایید. جوان می رود بالای یک دیوار یک ساختمانی که برود از داخل این دیوار به داخل تراسش و بعد داخل خانه بشه و دزدی بکنه. همچی که به بالای سطح این دیوار می رسه، نگاه می کنه از توی پنجره تراس یک خانوم خوشگل، خوشفرم، خوش اندام، خوش هیکل، همچین موها کمندی را میبینه، داره خودش را بزک دوزک میکنه. جوان خیره میشه، میگه ای این همان خانومیست که من میشناستم، این خانوم آن مرتیکت ثروتمند است که 6 ماه پیش گذشته بود، یعنی مرده.
آخ 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 گرگ درون جوان یک لحظه جوان را آرام نگذاشت. گرگ درون به جوان گفت برو تو دزدی تب بکن، مال و منال گیر بیار، ایش یک شب از هزارا یک شب هلو اونم انجام بده، برو دنبال کارت. جوان خیز برداشت که بده به حرف نفسش یعنی گرگ درونش عمل بکنه. مدتی هم بود از این خاک تو سری ها اصلا نکرده بود. همچی که آمد بره تو، ایمانش اعتقاداتش به گرگ درونش غلبه کرد. ایمانش برگشت، یه کشیده تو گوشش این ور یکی اون ور، مردی که پدر سوخته خفه بمیر. اگر یک همچی کار ناشای است بکنی، جواب پیغمبر خدا را چی میدی؟ فکر کردی پیغمبر تو را نمیدن نکمت درمانده بل آقابت؟ پیغمبر 24 hours 7 days a week and night you are, it's monitoring you. یعنی چه؟ یعنی این که مانیتر دارد میکند شما را. پس شما نمیتوانید چه بکنید؟ یک همچین حرکت شایسته بکنی. همچین حرکت شایسته که نبودن، ناشایست بوده، یعنی میخواسته بره دزدی بکنه بعد آن کار هم بکنه، یعنی به وصالش هم برسه، اما ایمانش نمیذاره. جوان از میزنه تو گوش گرگ درونش، از دیوار میاد پایین، بدبخت مادر مرده، میره خانه کفه میذاره. شب که کفه میذاره، صبح میشه میره سر کار عملگی، بعد از اونم میره مسجد پای روزه پیغمبر بزرگ می نشینه. آقامان حضرتمان پیغمبر رسول خدامان از روی منبر پسره را شناخت. یک لبخندی آقامان به این پسره زد که یعنی این که هواریو، اما پسره بر آقامان را نگاه میکرد، گویی که گیج بوده پسره، یه چیزیش میشده. خلاصه آقا چندین بار حرکت این شکلی که نگه من تو را میشناسم، ولی پسره هیچ رقم این دوزاریش نمیافتاد. در انتهای افاضات آقا بودیم که یعنی آقا بود، نه ما نبودیم آن موقع، کاشکی بودیم. در انتهای افاضات پیغمبرمان بودیم که بودن که یک مرتبه یک صدای نعرهی از آن طرف بلند شد که پیغمبر خدا، رسول خدا، این خواهر چیز داره، یک سوال داره از شما. پیغمبر خدا گفت خب بفرمایید ببینیم سوالش چیه. خانومه پشت پرده صداش دلبری میکرد، نشان میداد که صدای جوانی دارد، خوشبره رو، همینجوری صدا، آدم با صدا میتواند بفهمد، فقط خرها کمتر میفهمند، آدم ها میفهمند. anyway صدای جوان خانوم بلند شد که رسول خدا، من یک خانومی هستم، شوهر مرده، شوهر من 6 ماه پیش مرده. پسره از جاش پاشد، فهمید که زنه که دیشب خانهش هم میخواسته بره بزنه توی صف زنانه. خانومه گفت آره دیشب یک دزدی آمد از دیوار ما رفت بالا، رسول خدا همچین هوا گرگا میشید، ما نتوانستیم بفهمیم که یعنی شکل پسره را اسکن نکرد دوربین ما که بفهمیم که این پسره اگر دیدیمش خبرش چه شکلی بوده. خیلی رسول خدا ما ترسیدیم. پسره رفت. پسره که آنجا بود آرام شد، فهمید که زنه اینا اگرم ببینن نمیشناسن. حالا چادرم بوده دیگه، زنانه مردانه، حجاب اسلام در هر شرایط از بل همینطوری بوده که بوده. پیغمبر خدا از خانومه پرسید، گفت حالا از ما چه میخواهی؟ خانومه گفت آقا ما تنهایی، میترسیم شبا بلکه یه طورمان بشه، جوانم هستیم، بی کس و کار هم هستیم، ما فقط یه شوهر میخواهیم. پیغمبر گفت حالا سایز شوهرت چقدر باشه؟ گفت هرچی شما انتخاب بکنید آن شوهر ما قبول میکنیم، پیغمبر خدا داره شوهر بر ما میاره. پیغمبر خدا آمد رفت از منبر پایین، با این پسره گفت شما حالت خوبه؟
پسره دوباره بر آقا من رو نگاه کرد. آقا در گوشه پسره گفت ما میدانیم تو کی نکبت. بعد خانم را صدا کرد گفت خانم خواهر گفت بله حضرت. گفت نمیخواهی شوهر آینده تر ببینی؟ گفت نه حضرت. مگه پیدا کردی؟ گفت البته روبروی ما نشسته. همون جوانه را گفت پیغمبرمان. خواهر گفت نه، اگر پیغمبر خدا قبول داره که او خوبه خب خوبه، ما کی هستیم که بخواهیم دخالت کنیم. این است که خانومه به مراد دلش رسید، بچه ها پسرم به مراد دلش رسید، با یک خانومه خوشگل خوشفرم ازدواج کردن. رفتن کجا؟ خانه. حالا دیگر او دست ها زدن، کف ها زدن، شاباش ها ریخته شد و بعد پسر وارد خانه و اتاق خواب شد. شب زفاف دیگر خانوم آنچه که عطر آن خانوم ثروتمند و چیزهای دیگر به خودش زد آماده بود که بیاید این پسره باهاش خاکتوسری انجام بده، اما پسره همش نماز میخواند. از اولی که وارد خانه شد به نماز می ایستاده بود. خانومه پرسید ازش مگه تو نماز هم میخوانی؟ گفت الحمدلله رب العالمین. پسره که شاید نمیدانیم 100 رکعت 400 رکعت نماز را خواند، خواندنش تمام شد، تازه به خانومه گفت تو برو بخواب، ما داریم شکر میکنیم، ما داریم عبادت میکنیم، ما داریم تشکر میکنیم که ایمان ما نگذاشت گرگ درون ما چیز دیگری از ما نشان بده. ما فعلا شبها زیاد است، تو برو بخواب، ما فعلا طاعت خداوند رسولش رو بکنیم که چه بر وجود ما آورده. زنه به جای این که بزنه تو سرش بگه بلند شب برو تو رخت خواب، های های گریه کرد که خداوند چقدر این خانوم بدبخت را دوست دارد. حالا قضاوت این ایمان و اعتقادی که شما میگویید که ما داریم یا نداریم با خود از شما ها باشد. ما از کتابانمون گفتیم، این خدا به سر شاهد است، به حضرت عباس امینم که گفتیم، الله بلای کتاب ها در آوردیم، خاک و خولش گرفتیم، خواندیم، دیدیم چی گفته، آوردیم خدمتتون تقدیم کردیم. اگر هم خواستید مدرک نشان میدیم، به 3 زبان از دنیا ترجمه شده مدارکی که ما می آوریم اینجا برای شما، مجانی میدهیم بفرید. بسیار خوب، همونطور که میدانید آقامان رهبرمان این سید، این سایه خدا، این معاون بدون چون و چرای امام زمانمان، در رابطه با حمله های بی امان اسرائیل به حماس، فلسطین و مردم فلسطین دوباره بودو خودش رساند به مسترای تهران، ببخشید مسلای تهران، سخنرانی برای یک گروه چندین میلیونی آویزان بیت رهبری، همه یک شکل یک فرم انجام دادن که اسرائیل را باید با خاک یکسان کرد، چرا که بچه های اسلام را دارد دانه دانه می کشن. سگ هاری و گرگ درنده ای به انسان های مظلوم حمله کرده است. چی مظلوم تر از کودکان معصومی که در این حملات جان خود را مظلومانه از دست دادند؟ کی مظلوم تر از مادرانی که فرزندان خودشون رو در آغوش خودشون گرفتند و به چشم خود مرگ و پرپر زدن اونها را مشاهده کردند؟ رژیم غاصب صهیونیست کافر امروز دست به چنین جنایاتی زده است در مقابل چشم بشریت و انسانیت. بشریت باید عکس العمل نشان بدهد. برخلاف گفته سردمداران سیاسی استکبار که میگن باید حماس و جهاد را خلع سلاح کنیم، یعنی چه خلع سلاح کنیم؟ یعنی حالا اینا یه تعدادی موشک دارن
که در مقابل حملات بی امان دشمن لااقل از خودشان مختصر دفاعی بکنن، این رو دارن، همین هم باید ازشون بگیریم. اصلا باید جوری باشد فلسطین از جمله غزه که هر وقت دشمن صهیونیست اراده کرد بتواند حمله کند، بتواند هر آتشی روشن کند، اونا هم اصلا نتوانن از خودشون دفاع کنند. اینا اینه میخوان. رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود. بله معلومه میخواهید خلع سلاح بشه تا همین مقدار ضربه ای را هم که در مقابل این همه جنایت وارد میکند نتوانه وارد کنه. ما عرض میکنیم به عکس، همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام موظفند هر چه میتوانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند. اگر خاطرتان باشد در چندین و چند برنامه گذشته در رابطه با این رهبرمان و ریاست جمهورمان و بقیه آقایان روحانیون مبارز گفتیم و میگوییم که اینها نامه و پسنامه دادن و پیغام به این گروه آدمخوار ضد بشری که از رژیم فوق بشری ما سبقت گرفته یا شاید نشأت گرفته، این حرفا را میزنیم برامون دردسر درست میشه، ولی چه بکنیم، باید راستش گفت. آقامان و برادر روانی حسن فریدان و دیگر رجال مملکت همواره گفتن که داعش یا داعش یا فلان این گروه آدمخوار اگر پاشان را به این نوار مرزیه ایران بگذارن ما با الله اکبر به سراغشان میریم و همه را تکه پاره خواهیم کرد. اینا با ما نمیتوانن در بیفتن. البته ما نمیدانیم در کدام برنامه بود که خدمتون گفتیم که بابا جان داعش هم بخشی از که خود ما هستن، از خود آقایان روحانیون از ما هستند. داعش که چی شده دوباره؟ بله داعش از خود ما بودن. این است که آقامون بارها گفته که ما پدر داعش را در میاریم، ولی ما به شما گفتیم که این داعش خودش میگه ما اپریشیت میکنیم آقامون را، یعنی که را سید ولاده پیغمبر. نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الاحرار والشرفاء في العالم الذين دعموا المقاومه بالمال والسلاح والتي تمكنت من خلاله من تغيير معادلة الصراع على الأرض. ونخص بالذكر الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران عندما تدعم غزة هذا واجبها الأخلاقي والديني في هذا الدعم، ونحن نوجه الشكر مرة أخرى للجمهورية الإسلامية في إيران على هذا الدعم. وإيران لن تتخلى عن مظلومية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وعن شعبه. وفي المعركة القادمة سيكون هناك أساليب أيضا أكثر تطورا وأكثر قوة مما نحن عليه. كذلك لا ننسى الفضل بعد الله عز وجل إلى الإخوة في حزب الله المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله على وقفهم وعلى دعمهم سواء بالمال أو بالسلاح أو بالمال. بل هفته های گذشته ها و اینکلودینگ همین شب گذشته از ما سوال شده بود که قدری در رابطه با اینکه شیطان چگونه میتواند در نطفه بعضی از افراد دخیل و سهیم باشد قدری حفاظت کنیم. این شکلی نیست که پدر جان، شیطان که بیکار نیست که 24 hours با نیزه، با سرنیزه یا چیز دیگه دم در نطفه دخیل ببنده که چه بشه، موازه و چی باشه. ما خدمتتون میگوییم شیطان زمانی در نطفه بعضی ها دخیل میبندد که آن شخص زنای ذهنی کرده باشد.
این زن این مسئله علمی است، زنای ذهنی. یعنی که چه؟ فیلسوفان، دکتران، ادیبان، شعرا، هنرمندان همگی میگویند که چه زنای ذهنی؟ فقط آخوند نباید بگوید زنای ذهنی همان است که شیطان در نطفه بعضی ها دخیل میشه. اصلا زنای ذهنی چیه؟ زنای ذهنی اینه که مثلا جناب عالی امشب حواس کردی خاک تو سری داشته باشی با خانم همسر جناب عالی، بسیار خوب، خیلی هم خوب است برای هر دوتان، اما به شرط این که تو برای اون، اون برای تو باشه، یعنی تو به او فکر بکنی، او به تو فکر بکنه. اینطور نشه که تو با خانوم بخوای خاک توسری بکنی ولی تصویر صوفیا لورین یا بلژیت باردو یا همین خواهر چرخنده را جلو چشت داشته باشی، نمیشه. یه فکرش این تصاویر رو داره، اون صداها رو داره، با اینها زندگی میکنه، هر از چند اینها رو به خاطر میاره، حتی در مناسبات جنسیش با تصویری که چند سال پیش دیده یا چند روز پیش در یک فیلم دیده قرابت جنسی داره. این که گفته میشه شیطان در مثلا نطفه فلان افراد دخیل و سهیم بوده جنبه فیزیکی نداره، بلکه این فرد داشته با همسر خودش رابطه برقرار میکرده، توی ذهنش زن دیگه ای بوده، توی ذهنش مرد دیگه ای بوده، و از طریق اینکه اون اثر هنری با زبان غریزش صحبت کرده، در ذهن این نشسته، این تثبیت شده، مونده، حالا بازتابش میشه این اثر، نتیجهش میشه که در این زنای ذهنی توی روایات و موارد متعدد میبینید، مثلا شیطان در نطفه اون فرد، اون بچه که نطفهش گذاشته میشه، در نطفه شیطان سهیم بوده. این سهمش کجاست؟ در اون زنای ذهنی. چه مقدار از ذهن مردان و زنان امروز جامعه از این زنای ذهنی آکنده است؟ هیچ کس برآورد نداره. چه مقدار از نوجوانان دختر و پسر امروز اسطوره ها و الگوهای فوتبالی، هنری، سینمایی و غیره تو ذهنشون دارن، در خیالشون با اینها مناسبات جنسی دارن، خود ارضایی جنسی میکنن؟ هیچ کس برای این برآورد نداره. عموما همه فکر میکنن چیزایی میداری حرف مگوه، دنبالش نرن، زشته، ولی یک استراتژیست وظیفه داره مراقب باشه که این مناسبات چگونه رقم میخوره، چون محله شکاف و انشقاقش اینجاست، اونجایی که شما وحی الهی رو از وحی شیطانی جدا میکنی، همینجوری معماری میکنی، میچینی میای پایین. پدیده سینماست، مال اوناست، درسته، اما هر پدیده در عالم مخلوق خداست و خدا یک نقشه و معیار برای همه چیز دیده، شابلون و خطکش دست ما گذاشته، معیار داده، فرقان داده. فرقان همون معیار دیگه. فرقان را دست کم نگیرید، فرقان داره. فرقان برادر گفته دیگه، ما چرا هی تکرار بکنیم؟ شب گذشته طبق معمول از یوژوال دوباره ما زنگی زدیم به آقامون، این سایه خدا، با آقا صحبت میکردیم. آقا این بار ما را به ما، یعنی ناسزا که نگفتن، خیلی هم سرحال بودن، شنگول بودن، ازش پرسیدیم که آقا تو را چه میشود، چگونه ای؟ گفت بسیار خوبیم، از شب شعر میاییم، شب خوبی بود، همه چی بود، ما هم بودیم و لذتش بردیم. از آقا سوال کردم که دیگه نگرانی نداری؟ گفت آقا ما تمام وجود ما، رژیم ما پر از نگرانی هم. من نگرانم، آقا نگرانه، او یکی نگرانه، تمام روحانیان نگرانن. گفتیم آقا نگرانه چی؟ گفت بعد از 2500 سال ما حکومت از دست یک عده یاغی گرفته ایم و خدا نکند. با گریه گفت آقا خدا به سر شاهده، با گریه گفت آقا، گفت اگر این ملت، اگر این مردم ایران دستشان برسه، اگر یه طوری بشه رژیم ما، دیگه چیزی به عنوان مثل آخوند اصلا بر جای نمیماند. آخوند
بعد 1500 سال حکومت رو از دشمن گرفتید، اسلحه رو گرفتید، بیت المال رو گرفتید و تحویل اهل بیت دادید. برای حفظ این سه نیرو باید هر هزینه ای رو پرداخت، چون اگه دوباره به وسیله دشمنان داخلی و صهیونیست خارجی و مسیحیت اروپایی و امریکایی از ما این حکومت رو بگیرن، اسلحه رو بگیرن، بیت المال رو بگیرن، دماری از روزگارمون در میارن که نتونیم جلو. براتان بارها و بارها گفته ایم که آخون جماعت، روحانی جماعت میتواند روی منبر ایستاده، نشسته کاری را بکند که دیگران نمیتوانند بکنند. اینها یعنی ماها افراد، اشخاص، انسانهای، آدمهای استثنایی هستیم، خرک نیستیم ولو نسبت آدمی. این آقایان علم بسیار بسیار زیادی دارند، هر کدامشان برای خودشان یک فرهیخته ای هستند. گفتیم که روحانیان از شیون و زجب و نالب و تو سر زدن و گریه انداختن شما هم لذت میبرن، هم شما هم از این حرکت لذت میبری. یعنی شخصی که گریه میکنه یک خوشحالی درونی داره میکنه، خوشش میاد، با گریه چیز میکنه، قنج میزنه دلش با گریه. چی میشه گریه؟ چی میدانیم، خوشش میاد از این که گریه بکنه، به حالت گریه بیفته. اما آقایان این روزها متوجه شدن که گریه و گریه زاری فقط کافی نیست، گهگاهی اینجا و آنجا این امت گیجه همیشه در صحنه انقلاب و گریان را باید خنداند. این است که آقا دستور داده است به یه دی از این آخوندهای فکل کرواتی که نه تازه به حوزه رفتن، نمیدانم میدانید یا نه، همون اوائل انقلاب بود آقامون، بعد از اینکه ریاست محترم آقایی را از آن امامامان گرفتن، دستور دادن در هر کوردهاتی طویله یک حوزه علمی ها بسازن. چرا؟ چون طلبه و آخان کم نبود. آن موقع این طلبه ها آخانده هم که بودن این شکلی نبودن، اصلا ما حجت الاسلام نداشتیم، آیت الله این همه نداشتیم. آقامون برای اینکه ترفند بزنه یه ده کورو کچل دور خودش جمع کرد، بدونم مدرک علمیه، یه آیت الله سر اسم ای، یه دونه نکبتی حجت الاسلام به او یکی، این شکلی شد که شده. اما آقا من الان تصمیم گرفته که مردم رو باید خنداند، فقط با گریه نمیشد سر امت گیجت گرم کرد. همکنون در سطح کشور عزیز اسلامی گل بلبل آقایانی هستند که بسیار تا بسیار استنداپ کمدی دارن میکنن، صاحب مرده ها. شما یه جمله بگو توش بیل باشه. گفت آقا ها بیل. گفتن نه باید جمله باشه، این که کلمه‌ایه. گفت آقا ها بیل فرزند حضرت آدم بود. گفتن یه جمله بگو توش دو تا بیل باشه. گفت آقا ها بیل قابل کشت. گفتن یه جمله بگو توش سه تا بیل باشه. گفت آقا ای هابی قابله را با بیل کشت. یک نگاهی به هم کردن، دیدن این خیلی زبله. گفتن یه جمله بگو توش چهار تا بیل باشه. گفت آقا من همتون دقیق دقیقم نمیدونم، ای هابیله ای قابله بدبخت با بیل کشته یا بی بیل دقیق نمیدانم. گفتن یه جمله بگو توش پنج تا بیل باشه. گفت آقا چه فرقی میکنه بیلخره یا این حاویله قاویله را با بیل کشته یا بی بیل چه فرقی میکنه؟ دیدن بابایی خیلی زبله ای. گفتن اینقدر ادامه میدیم تا ببینیم به کجا میرسیم. گفتن یه جمله بگو توش شیش تا بیل باشه.
گفت آقا اصلا حابله که قابله بدبخت با بیل نکشته، او قابله بوده آمده ناکسی حابله بدبخت داشته تلویزیون نگاه میکرده تخمه بیش کرده زده با بیل کشته. گفتن این جمله بگو توش هفت تا بیل باشه. گفت آقا مسئله خیلی مهم و مسئله ناموسی ها، بالاخره این حاویله بوده که قابله را با بیل کشته، یا او قابله بوده آمده حاویله و دخت زده با بیل کشته، کدامش؟ گفتن این جمله بگو توش هشت تا بیل باشه. گفت آقا بنده که اینجا واسدم هیچ وقت نمیفهمم، شما هم که اینجا نشستین هیچ وقت نمیفهمین. بالاخره ای حاویله بوده که قابله را با بیل کشته، یا بیل اکس او قابله حاویله را با بیل کشته. بدن به افتخار خودش. ما فکر میکنیم میرود که به زودی از زود مقداری موسیقی را حلال بدانند، البته ترفند آقامان میتواند باشد، فتوای جدیدش میتواند باشد، نرمش قهرمانه جدیدش میتواند باشد، یا اینکه لگن از زهر آقا میتواند باشد، یکیش بالاخره میتواند باشد که آقا فتوا بدهد که چه بشود؟ حجاب را یه خورده اگر رعایت نکردی اسلام به خطر نمیافتد، روسری اگر اینجاست اینجا باشد. مثلا آقا خودش هم در فکر ترفنده، در فکر فتوایه. در ضمن قبل از اینکه ادامه بدهیم، ما هم بدمان نمیاد، والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما صد برابر این دربدری که الان داشت استنداب کامیدی میکرد براتون میتوانیم استنداب کامیدی بکنیم، شما را بخندانیم. خب زنگ بزنید ما را دعوت بگیرید، ما بیاییم شما را بخندانیم. یک دربدر سالان سلداد کرده بود، ما که او بهتریم که آقامان به زودی ممکن است این فتوا را بدهد و بگوید آقایان روحانیون استنداب کمدی حتی به آمریکا بیایند، مردم را یا اروپا بروند ارشاد بکنند، مردم میروند پای از منبرشان این شکلی، خب هر خلی میرن گوش میدوید این چی میگه. ما بارها گفته ایم که این لباس، این هیکل، خود ما مضحکیم، ما یه عده آدم های مضحکی بودیم، از قدیم العباد همه ما را میدیدن به ما بند میکردن میخندیدن، حالا دیگه بوده دیگه این شکلی بودیم به هر حال. اما آقا میگه اینجا و آنجا این روحانیان دیگر مگه میذارن ما فتوا بدهیم؟ تا میاییم بگوییم آقا یه ذره چادر تمیشه یا کاری کرد، یا مثل این در به در برید استنداب کامیدی بکنید، یکی از این قولهای بیشاخ و دمر روحانیان مبارزه بد عاقبت خودش میبره جلو دوربین میکنه مصاحبه و میگه که زر میزنه، میگه نه حجاب باید در اسلام اجرا بشه، حجاب اصلا رژیم ما، باور بکنید این راست میگوید، این خر تو گل گیر کرده به خاطر این حجاب اسلامی. بنده به عنوان یک شهروند که تو تهران به خصوص عبور و مرور دارم، میبینم متاسفانه قصه حجاب روز به روز بدتر میشه، بهتر نمیشه. و بنده نمیخواهم بگویم کی مقصره، این مسئله مسئله گسترده است، اصلا نمیخوام وارد این قصه بشم، و لمس میکنم که بعضی ها کشور رو دارن به سمت بیهجابی میبرند، گرچه در این اعلام اخیری که کردن اول تیر کشف حجاب یواشکی و این ناکام در آمد، هیچ موفقیتی اینها در کشور به دست نیاوردن، ولی این روندی که داره پیش میره این روند روند دینی نیست. حالا اون جمعه هم شما خطاب به شما گفتیم، حالا الان میگم خدمت شما، این روند روند دینی نیست، این خلاف شرع حرامه. خانم مسلمان موهای سرش پیدا باشه، بزک کرده، آرایش کرده،
اخیراً هم که مقداری از دستشون هم باز میگذارن. ما شما از این چیزا بلدتر بزرد. حالا عرض کنم جای نگرانی داره، یعنی به شدت من نگرانم و تعبیری کردم که اون دلوسیزه کردن کشور هدف دشمنه. اون دلوسی کشور اسلامی بود، اسپانیایی کنونی، با همین فساد و فحشا اصلا از جغرافیای کشورهای اسلامی اندلس حذف شد. من درس میکنم این خطر همچنان هست و امیدواریم به صورت جدی خانواده ها وارد میدون بشه. در چندین و چند برنامه خود از پروفسور عزیز از این عالم ربانی من دعوت کردیم که در رابطه با مسائل از زناشویی و فرق بین مرد و زن با شما گفتمان بکنن. برادر آمدن و خیلی هم قشنگ، سریع، بسیار شمرده، خلاصه کنه، مفصل با خواهران و برادران در حضورشان گفتند که خواهران چه اشکالهایی در وجودشان دارد و آقایان چه دارند. باز هم شما هی زنگ میزنید مثل که این برنامه برنامه کارتونه، میخواهید دوباره تماشا بکنید. بین زن و مرد از آنجایی که ما میدانیم تفاوت های بسیار زیاد، یکی این که این مرد او زنه، مرد خشنه، زن چیه؟ زن یه ذره بگی نگی لونده، البته لونده چرخنده نه، لونده، لونده معمولی، رگولار، آن لدت، سوپر نووی. زن با مرد تفاوت های زیاد داره. مرد سریع حرکت میکنه، سریع، زن کند حرکت میکنه، کنده. مثلا مرد از سوسک نمی ترسن، سوسک جفتک نمی دازن، می دازن. یک تفاوت جدی دیگه در بین زن و مرد، سرعت در مرد و کندی در زنه. این کلن اینجوریه، آقایون سریع هم دیگه، شما می بینید تو خرید، تو راه رفتن، دارن تو خیابون میرن، یه دفعه آقای میسته نگاه میکنه خانمش چیز برمی گرده 200 متر داره، بعد میاد میگه آخه چقدر مسمس میکنی. خب بابا جون، زنه، میزنه. شما مردی، شما فرزیتون میری تو خرید، شما ببینید کلن خانوما کندن. اینکه خانوما از سوسک و موش و اینا وحشت دارن، سوسک وحشت نداره، سوسک جفتک نمیزنه، گاز نمیگیره، نیش نداره، موش که لگد نمیزنه، چون سرعت دارن. کلن خانوما چیزی که سرعت دارن بعدشون میاد، ولی مرد سریه. تو قضیه مسئله جنسی هم همین جوره، اینو باید دقت کرد. سروران اعظم، آقایون، هورمون های جنسی شما چون مرد هستید سریع ترشح میکنه، خیلی زود اوج میگیره و جالبه تا به قله میرسه، به ارگاس میرسه و ارضا میشه، سریع افت میکنه. این در مورد مرد. در مورد زن کاملا برعکسه. اولا خیلی آروم آروم ترشح داره، خیلی آروم آروم، که من انشالله تو بحث تحریک جنسی، همون رفتارشناسی جنسی، جلسه بعد خیلی توی این زمینه حرف دارم. آروم آروم این هورمون های جنسیش، هورمون هایی که مسئول برانگیختگی در زن و مرد هستن، در انسان هستن، در زن آروم آروم ترشح زیاد میشه و به اوج که میرسه باز دوباره آروم آروم فروکش میکنه، در مرد بلافاصله فروکش. باز هم در برنامه های گذشته یا سال گذشته می رود که برنامه ما 2 ساله بشه، نمیدانم میدانید یا نمیدانید، در این تلویزیون البته. در چندین و چند برنامه گذشته براتون گفتیم که خود آقامون در گفتگوهای پنهانی تلفنی که با ایشان داشتیم به ما گفتن، ما هم برای شما گفتیم که ایشان فرمودن، افاضات کردن که در یکی از گفتگوهای تلفنی ما، که ما برای اینکه جوانان سرکش، جوانانی که مخالف رژیم فوق بشری ما هستن، سرکوب کنیم، اینها را چاره ای نداریم جز اینکه معتاد بکنیم. الان سطح اعتیاد در مملکت گل و بلبل ایران بیداد میکنه و آقا ککش هم نمیگزن، چرا که میگوین اینها عرازل اوباش هستن، اینا همانهایی هستن که میخواهن رژیم عوض بشه و ما هم همه گونه مواد مخدر را در سطح کشور در همه جا مثل پهن پهن کردیم. ولی جوانان رشید، دلیل، صلح شوران ایران زمین روی سخن ما با شماست.
آیا ارزش دارد؟ همکنون که من با شما صحبت میکنم در داخل تهران و دیگر شهرهای تهران و استانهای دیگر ایران قرصی آمده است به نام قرص روانگردان. این همان چیزی است که اخیراً آقا امضاش هم کرده که کارسازه. یعنی که چه؟ یعنی این که اگر شما این قرص روانگردان را در دهانت انداختی، بی آب، با آب، با آب جوب، با تریاک، با تکیلا خوردی، ناگهان هم روانت گردش میکند، چیزها را عوضی میبینید. نکنید خودتان را آماده برای مبارزه جانانه بکنید، نه اینکه خودتان را در خود ذلیل و علیل کنید، چرا که آقامان میخواهد. بله هر حالا اگر کسی تقوا نداشته باشه، شراب میخوره، دود خورد خودش میده، قرصهای همین قرصایی که میگن روان رو میگردانه، آدم رو دیوانه میکنه. من یه خاطره تو استان کرمان خودتون دارم، نمیگم کدوم شهر، که گاهی شهرم من به اینجا که میرسه اسم استان رو نمیارم حتی، اما حالا اینجا چون خودتونی، تو همین استان کرمان یکی از شهرستانهاش من قرصم تموم شده بود، رفتم با پسر بانی سمن داشت، خدا رحم کرد که پراید نبود، بلا الان باید عکس من می بود. زدیم کنار، من نشستم توی ماشین نشسته بودم، پسر بانی خدا خیش بده در کنار داروخانه این قرص قلب ما رو بگیره بیاد. من یه حدی که نشسته بودم دیدم که یه موتوری از این موتورای تری داره با سرعت از روبرو میاد، از اون بانده کناری هم مسیری که باید می اومد، چون ما سر ماشین از این طرف بود و از اون طرف. یه وقت دیدیم پیچیدیم، آمد دیدم یا حضرت عباس داره به طرف ما میاد، آمد خورد به جلوی سرن، پرد شد بالا، خورد رو کاپوت، شیشه پوچید، پاشید توی لباسای ما، پرد شد موتور ور، خودش همون طرف الحمدلله فقط یه مقداری پاش زخم شد، چیزی نشد، همه ریخت، ماشینم در بداد. پلیس آمد و گفت آجاها چیزی تو نیست؟ گفتم نه. گفت آجاها میدونی چشه؟ گفتم نه. دیوانه چی دیجوری که؟ گفت این قرص روانگردان خورده آجاها. بیا پایی تو بهت بگه. این مداره آب ریختن تو صورتشو، به هوش که آمد گفت چی شده؟ گفتیم چی شده؟ تو بگو چی شده؟ گفت من، خیلی جالب بود، گفت من داشتم میومدم دیدم عجب پل قشنگیه، گفتم خوب از روی این پل بپرم. گفتم بی انسان، پلو دیدی؟ آخوند کنارشو ندیدی؟ سمند و پل میبینه؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، جوان ما به این روز بیفته. بسیار خوب، وقت پربهای برنامه پرمحتوای ما در اینجا به پایان رسیده است. میخواییم ازتان خداحافظی کنیم، اما قبل از خداحافظی همه هفته چندین و چند تلفن جواب میدهیم. فکر نمی کنیم که جواب بدهیم دیگر با شما ما صحبتی داشته باشیم، چرا که اینکه شماها همگیتان بینندگان خاموشی هستید. آنچه که ما گفتیم در رابطه با برنامه ایمان به وظیفه خودتان عمل نکردید، ما هم با شما به گونه ای قهریم، یعنی اینکه با شما تلفنی صحبت دیگه نمی کنیم. در چندین و چند برنامه گذشته گفتیم که ما، اولا که اجازه بدهید بگوییم که این تعداد افرادی که حمایت کننده برنامه ما هستند، بسیار ممنونیم ازشان که دارن حمایت میکنن، تعدادشون از انگشتان دو دست بیشتر هنوز نشده، ولی ما دعا میکنیم براشان، ازشان بسیار سپاسگزاریم که برنامه ما را حمایت میکنند. ما 4 DVD همه هفته به افرادی که ما را حمایت میکنند باید، همه هفته که نه البته همه ماه، براشان میفرستیم. دوست میداشتیم که الان لیست شما پیش ما بود، ما میتوانستیم
اسمهای شما را بخوانیم که چه کسایی از ما حمایت کردن و این دیویدی ها را میخواهند. 4 DVD همه ما هم ما میتوانیم برای شما آماده بکنیم. همه دیویدی ها تاریخ دارد و برنامه های متفاوتی هست. اگر زنگ زدید به دفتر مالی همین تلویزیون که زدید، اگر نزدید با شماره تلفن که در قسمت اولی این برنامه گذاشته میشه زنگ بزنید، اگر نه با دفتر نمیدونم آدرس پستی الکترونیک ما تماس بگیرید، اگر نه با آدرس صندوق پست 100 رقم میشه با ما تماس گرفت. مگه میگیرید؟ این است که وقت عزیز برنامه ما در اینجا تمام است. چه میگویی برادر؟ نخر، ما نمیخواهیم جواب دیگر بدهیم. بدهیم به خاطر گل روی برادر روزبه که حالش امروز یک مقدار بده، برای اینکه ما باهاش خوب باشیم شاید یک تلفن یا چی شده برادر؟ آقا جون مردم منتظر، الان کلی زنگ زدن، خواهش میکنم. حالت بهتر شده؟ آقا جون نه زیاد، حالا نیست، فکر کنم مرضی ALS گرفتم. آقا جون چی گرفتی؟ ALS. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. ALS دیگه چیه؟ یه بیماری مال سیستم عصبی آدمو خراب میکنه، آدمو میکشه. آقا جون دعا کنید من حالم خوب بشه. آره آخه I am sorry. I will pray for you. بله حاج آقا جون، فارسی من فارسی بله. یعنی من برات دعا خواهم کرد. بله بفرمایید. ما جواب تلفن 1 یا 2 تلفن رو میدهیم. التماس دعا داریم حاج آقا. ممنونتیم، بفرمایید. خط خطوط ما را دانه دانه باز بکنید برادر تا ما بتوانیم با هموطنان عزیز داخل خارج چه بکنیم؟ افاضات بکنیم. شاید بتوانیم 1-2 دقیقه خواهش مندیم. پلیز make it short and sweet، کوتاه، مختصر، مفید بگویید از کجا زنگ میزنید و بهترین کاری که شما در رابطه با این برنامه میتوانید بکنید این است که به دیگران هم بگویید. آقا به فک و فامیلتان بگویید، هر کی به ما میرسه میگه حاج آقا چرا برنامه داری نداری؟ پس این چیه؟ این برنامه است دیگه. چگونه میشه برنامه گذاشت؟ این برنامه دیگه. ما همه هفته میاییم شما را روشنگری میکنیم، آگاهتان میکنیم. اما ممانم امروز یه مقدار سر جایش نبود. بسیار خوب، تلفن ها را باز کردی که ما جواب بدهیم؟ چی را جواب بدهیم؟ بلا بفرمایید، شما رو ادید. الو، بلا بفرمایید، شما روی ارید. آجابا سلام، از شما حال شما خوبه؟ خیلی آجابا رو برمندید. آقا ممنون، تیم حالت چطوره؟ خیلی خوبه، ما خیلی شما دوست داریم، دلون برای شما تنگ شده بود، خیلی خیلی آجابا دوست داریم. حالا خودت هم خوبه حالت؟ همه خوبه، همه جا خیلی از شما بکنم، خودم خوبم. از هموطنان میخوام، خواهش میکنم، خواهش از طرف همه بچه های تهران، بچه های ایران میخوام که این حاج آقا برنامه شو همیاری کنن، خواهش میکنم. اما تا حاج آقا میدونم شما دلخوری داریم تو ایران کاری دستون برنامه چه؟ بله میدانیم، بله میدانیم. ما روی سخنمان با این ور آب هاست، اینهایی که در اروپا و آمریکا و غرب اسکان گرفتن و حالا خودشان را متمدن و غربی میدانن، ما با آنها کار داریم، صحبت داریم. شما که میدانیم وضعیت چیه برادر. البته یادت نره به صورت نقد داخل پاکت دو رگ زدن میشود یه کارایی کرد. من تو چشم خودم پیگیری میکنم، اگر بشه اصلا این کار انجام میدم. ممنونتیم. از کجا؟ از تهرانی؟ بله ما تهرانی. ما جبا آب و هوا چطوره؟ آب و هوا جوایی که خراب، دود و کثیفی و با آخون که آخواج با حال و هوایی برای آدم نمیمونه که ببخشید. آخون در خیابان ها میبینی زیاد؟ آجا ما نه، ما خیلی نسبت قبلا خیلی کمتر میبینیم. اتفاقا آجا ما تقریبا یه 2-3 ماه پیش بود داشتیم تو خیابون آزادی میرفتیم سر خیابون اول دوان یادگاهی، آخون یه دیدیم از اون من داشتم میشکوش میدارم ببخش بیاده بیه یه جوری رو من کرسی نزدیک من شروع رو بگیدم، شروع کرد به من فوش خوال مادر دادم، فهمید دارم فوشش میدم.
من پایدم بیش میتونم فلان فلان شده فلان پایدم بیش به خوره همچین اموات بلورت خیلیدم بلو تو لحوایی این از تو خودش اصلا یه دفعه همه که تحصیب پرا که گفتن چی شد چرا اینجوری کردیم بیا پایین یه بزرد دوست داد و پایین آی ملت بیا اینجوری میکنه دیگه رفتی آقا جان من مرد خدا مرد روحانی آخون جماعت زور و قوه که او شکلی ندارد ماسیست هرکول قوله یه چشم نیست بدبخت مادر مرده با اون عباب و با اون تکپوس که نمیتونه خودش دفاع کنه خبر مرگش خیلی ممنونیم که به ما اینو میخواستم بگم ببرمایی دوانی که داشت آخوندی که داشت میگفت روان گردان یه خوری آخونده رو میخواسته بزنه این داشته میگه حالا تو من میخواسته بزنه روان گردان بزنه مردی که خودت تو گردن کنه تو میخواسته این پروکسه داره نابود کنه ممنونتیم خیلی ممنونم ممنونیم خدا نگهدارشان بلا بفرمایید شما روی ارید حاج آقا سلام از کردیم به به برادر من گیلانی عزیز دل برادر How are you؟ شما بشم من دلم تنگ شده میخواستم از شما خواهش کنم امروز من نهار در خدمت شما باشم ما برادر گیلانی Thank you number one first of all Thank you very much خداوند هر کس با آخوند یک آقا داریم افوازات میکنیم ببینین اگه به جای قول دادین اونو کنسل کنید من در خدمت بله خیلی ممنونیم داریم در رابطه با شما و این قیام شما صحبت میکنیم برادر میخواییم بگوییم که هر کس در هر نقطه جهان یک تکه ککی گوشتی یک تخته کفش برگی چیزی به آخون بده خداوند به تمام درهایی که در بهشت داره براش درخ میکاره آجا من عاشق شما هستم خودتونم میدونید اینو آره برادر ممنونتی ممنونتی I love you by my heart می تو گرمم قرار باشی آجا ممنونتی ممنونتیم بله بفرمایید آخرین ار یعنی تلفن را می روی ار می گیریم بفرمایید سلام علیکم برادر شما قصابی؟ قبنده هستی؟ نه خیر بفرمایید حاج آقا من از شهر خونه قیام مرزایتون می شم بفرمایید از کلونی خودتون فقط خرابه اینجا بله بله خدا زیادشان کند خدا زیادش کرده دعا کنید بگیر ما بتونیم کمش کنیم خدا کمش کند هرچی تو بگی حالت خوب انشاءالله استفاده میکنیم از برنامه ممنون تیم حال ما بسیار خوب است به کوری از چشم دشمنانی که چشم دیدن برنامه ما و خود ما را ندارند خدمتتون بگوییم که ما بسیار حالمان خوب است و همواره اینجا و آنجا دور خودمان میگردیم و از خودمان رفع خطر میکنیم خدا باشه انشاءالله موفق باشیم ممنون تیم خدا نگهدار بس دیگه برادر به حد کفایت ما گفتمان کردیم این است که تا برنامه آینده که اگر روز و روزگاری نفسی باقی ماند و دلمان برای شما تنگ شد نمیدانم تا کی باید دلمان تنگ بشه و شما هم خاموش باشید anyway به هر جهت السلام علیکم ولا تفرقوا When you first see me, you are thinking there is a powerful, wealthy, very good looking man. But I am a regular everyday guy. I like to have a choice. Mr. Cookinality! I like to have a control. This is why I am loving Barbershop so very much. تو کردی؟ باریکلا! With the Barbershop, I am using latest Western technology. Buying all electricity on the line in the way I want to do. I am making big savings. And I am no more getting nasty surprise with power bills in the mail. I am thinking switching to Barbershop should be compulsory for everybody. Nice, huh? Barbershop. Same barber, but with different attitude.